سلام سهشنبه 14 آبان 92 شش نوامبر 2013 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه که مراسم 13 آبان دیروز برگزار شد مراسم کمجونی بود حتی در حدی که ساندیس خورهای نوه دی رو سال 88 جمع کرده بودن سی نفر هم نتونسته بودن آدم بیارن کسایی که بودن بیشتر اتوبوس بچه های مدرسه رو آورده بودن سالهای قبل هم میکردند و مراسمی بسیار بی نظم با فانکشن های متعدد تعدادی پستر ها از روی اون بنرهایی هایی که پایین کشیده بودند دست مردم داده بودند و از مقامات ارشد سپاه فرماندهان ارشد کسی دیده نشد از مقامات حکومتی هم کسی در پشت تریبون قرار نگرفت و نکته جالب این که قرار بوده آقای زرقامی سخنران باشه اما در آخرین لحظات آقای سعید جلیلی رو به جای او گذاشتن به احتمال زیاد دستور از بالاتر و حتی شاید آقای خامنه ای بوده و نخواستند که هیچ مقام حکومتی باشه که بتواند در مذاکرات مشکلی ایجاد بکنه دعوای سنگینی هم بین طرفداران آقای غالیباف و جلیلی در گرفت که به سایت ها هم کشیده شده نکته جالب در خصوص مراسم دیروز این است که در واقع دنیا هم خیلی این رو جدی نگرفت سخنگوی وزارت خارجه امریکا و سخنگوی کاخ سفید امریکا در پاسخ در مصاحبه های خودشون مصاحبه های مطبوعاتی که دارن روتین وقتی از مراسم پرسیدن تقریبا یک اظهار نظر رو کردن و گفتند که اکثریت مردم ایران طرفدار رابطه با غرب و رابطه با آمریکا هستند اون رو و اون از روی رأی که با آقای روحانی دادن میشه فهمید محسن میردامادی که از سخنگویان دانشجویان خط امام بود و از رهبران حرکتی که به سفارت امریکا حمله کردند و الان در زندان به سر میبرم اظهار نظر جالبی کرده و گفته ادهی در سال 58 فریز شدند در حالی که دنیا عوض شده مناسبات عوض شده و حرفهای جدید باید زد سی شورای احیای انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه های معتبر و بزرگ کشور هم اطلاعیه مشترکی رو منتشر کردند که در اون ضمن اینکه مطرح کردند که در صدد احیای انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه ها و سازمان وحدت دهنده اونها دفتر تحکیم هستند راجع به سیزده آبان هم حرف منطقی و درستی زدند و گفتند که طرفدار آشتی با دنیا و سیاست متکی به تدبیر و عقل هستند. نکته دوم اینکه شیرکوه معارفی زندانی سیاسی کرد اهل بانه که به جرم عضویت در حزب کموله از سال 87 تا کنون در زندان بود دیروز صبح اعدام شد به این ترتیب ماشین اعدام که این روزها شدت گرفته نه فقط زندانیان عادی و قاچاقچیان و غیره بلکه به کشتار زندانیان سیاسی پرداخته هزار و دویست دانشجو و فارغ و دانشگاهی هم نامه خطاب به آقای روحانی امضا کردند که در اون خواستار آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شدن به مناسبت هزارمین روز حسر این عزیزان ابراهیم نبوی سید ابراهیم نبوی نویسنده و تنز پرداز ماسر هم در صفحه فیسبوکش گزارشی رو داده راجع به پرونده ای آقای عباس امیر انتظام زندانی سیاسی با سابقه و قهرمان کشور و برخورد هایی که لاجوردی با او داشته شکنجه هایی که شده و بیگناهی او که فرازی رو هم نقل کرده که بسیار آموزند است اینکه که امیر انتظام اخیرا بیمارستان بوده و وقتی فهمیده که در همون بیمارستان آقای گیلانی کسی که او رو به حبس ابد محکوم کرده بوده هم بستریست به ایادت او رفته و گفته ما احتیاج به گذشت و بخشش داریم ولو اینکه نتوانیم فراموش بکنیم حال خوندن این گزارش رو توصیه میکنم برای اینکه شخصیت آقای امیر انتظام و مبارزات او رو خیلی خوب توضیح میده. در خصوص دختران آقای موسوی و خانم رهنورد هم که اون برخورد شده بود ظاهرا برای شاید دلجویی ملاقات دیگه ای رو بهشون دادن این بار اون معمور خاطی هم نبوده و در آرامش توانستند این دختران ستم کشیده والدین خود در حسر خودشون رو ببینند اما خانم مریم شفی همسر اماده بخاور زندانی سیاسی گزارشی رو در صفحه فیسبوک خودش داده که نشون میده همون برخوردی که با دختران موسوی شده با او هم در روز ملاقات در زندان اوین شده توحینامیز و در آوردن لباس ها که نهاکی از رفتار توحینامیز و شکنجه کردن خانواده های زندانیان سیاسی است نکته سوم این که جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که خود از فرماندهان سابقه سپاه بوده در اظهار نظری گفته که صدها گردان سپاه در سوریه مشغول جنگ هستند این رو بلا فاصله آقای رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه تکذیب کرد و عنوان کرد که ما در سوریه فقط به شکل مستشاری حضور داریم اما همین در همین دیروز خبری هم رسما در خبرگزاری های ایران نقل شد که محمد جمالی زاده پاقلعه از فرماندهان سپاه زمان جنگ هم از فرماندهان لشکر سارالله بوده در سوریه کشته شده و تشییع جنازه او امروز در کرمان صورت میگیره آقای روحانی حسن روحانی هم در اظهار نظری مطرح کرده بود که دولت به غربی ها و آینده مذاکرات خوشبین نیست این خبر بلا فاصله منعکس شد مهم تلقی شد اما ساعتی بعد خبر از روی سایت ریاست جمهوری برداشته شد و به جای او این جمله گذاشته شد که اما ما ناامید نیستیم اگرچه ممکن است که مذاکرات طول بکشه در اظهار نظر دیگه هم آقای روحانی مطرح کرده که چهل درصد تورم فعلی ناشی از پروژه مسکن مهر موضوعی که قبلا وزیر دارایی کابینهشون آقای طیب نیا هم مطرح کرده بود آقای جنتی وزیر ارشاد هم در پاسخ خبرنگاران که از او پرسیده بودند روزنامه های هممیهن و نشاط رو که معاون مطبوعاتیشون گفته بود مانعی برای انتشارشون نیست چطور قوه قضایی متوقف کرده و ارشاد چه میکنه ایشون در واقع آجزانه گفته که ما نفوذی در قوه قضایی نداریم در خصوص فیلترینگ فیسبوک هم ایشون گفته ما یک رای هستیم در کمیته فیلترینگ و اونجا هم نفوذی نداریم در خصوص مسکن وام مسکن خبرنگاران هم باز ایشون گفته که پول نداریم و کاری از دستمون بر نمیاد به این ترتیب دیده میشه که وزیر ارشاد تا چه حد در واقع اظهار عجز میکنه از کاری که در مسئولیت داره و باید انجام بده آقای ناطق نوری هم در اظهار نظر تندی نسبت به احمدی نژاد و اطرافیان او گفته ادعی دلغک دنیا پرست عوام فریب معتقدند که ایران رو امام زمان اداره میکنه اما نکته چهارم این که کارگران فاز 13 پارس جنوبی چهار ماه حقوق نگرفتن دست به تجمع اعتراضی زده بودن که وعده های محکمی مسئولین دادن موقتا سر کار رفتن تا ببینن اونها وعده رو انجام میدن یا نه پیمانکاران نفت مجموعا 20 میلیارد تومن به 4000 کارگر این فاز بده که نمیتونن اون رو بدن شرکت شیشه ایمنی توس هم که از آبان سال 89 تعطیل شده هنوز نتوانسته بعد از چهار سال بدهی کارگران که 15 ماه حقوق طلب دارند رو تصفیه بکنه نکته پنجم اینکه آقای مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر دیروز به دادگاه برده شد دادگاهی که کاملا کنترل شده بود هیچکس حق گرفتن عکس یا ضبط صدا یا دوربین و اینها نداشتند و تلویزیون دولتی مصر هم صدا رو پخش نکرده تصاویر کوتاهی رو فقط نشون داده اما در دادگاه آقای مرسی صلاحیت دادگاه رو رد کرده گفته من رئیس جمهور قانونی مصر هستم و دادگاه دفاعی نمی کنم. این دادگاه صلاحیت نداره و کسانی که کودتا کردن باید محاکمه بشن جلسه بعدی دادگاه به هشت ژانویه موکول شده در بحرین هم چهار نفر شیعه بهرینی رو به جرم ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به و تشکیل یک گروه تروریستی به حبس ابد محکوم کردند. پانزده نفر رو هم هر کدوم به پانزده سال زندان محکوم کردند. اما نکته آخرین اینکه روزنامه جمهوری اسلامی در نوشته ای انتقادی خبر داده از اینکه در یکی از شهرهای استان مرکزی در آستانه محرم یک هیئت عزاداری درست شده به نام هیئت متوسلین به زلجناح یعنی اسم اسب حضرت امام حسین اندکی سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی